امروز هفتم آذر ماه 1402 طی ابلاغ احضاریه صادر شده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب در این شعبه حاضر شدم. دادنامه صادر شده توسط رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد قاضی هادی منصوری با عنوان اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام به بنده ابلاغ شد. در رأی صادره 1 سال زندان، 2 سال تبعید به شهرستان نهبندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و همچنین 2 سال ممنوعیت از حضور در بستر و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رأیی بود که قاضی هادی منصوری در 20 صفحه علیه بنده صادر کردند. عمده دلیلی که ایشون اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام رو برای بنده قابل اثبات فرض کردند، عمدتاً مربوط میشد به پذیرش وکالت خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری سال گذشته، از جمله خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده، جاویدنام عرفان رضایی نوایی و همچنین پذیرش وکالت خانم فاطمه سپهری بانوی نجیب شجاع و شریف ایران زمین و برادران ایشون محمد حسین سپهری و حسین سپهری. تأکید قاضی هادی منصوری در متن رأیی که علیه بنده صادر کرده بیشتر برمیگرده به مصاحبه های بنده با رادیو فردا و شبکه تلویزیونی من و تو و همچنین اظهار نظرهای بنده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. مستندی که قاضی هادی منصوری به استناد آنها بنده رو به احکام سنگین زندان، تبعید، ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوع الخروجی محکوم کرده، صرف اظهار نظرهای بنده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده نه چیز دیگری. در اینجا خدمت همه هموطنانم عرض می‌کنم که همه آنچه که بنده در راستای پذیرش وکالت معترضین و خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی انجام داده‌ام صرفاً به اقتضای ذات حرفه وکالت و در راستای وظایف شغلی حرفه شریف وکالت بوده است و نمیتوان افراد رو به خاطر دادخواهی و اظهار نظر در خصوص وضعیت موکلین و زندانیان سیاسی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام تلقی نمود.